با سلام و درود به یکی دیگر از ویدیوهای ما از چنل افغان زوم خوش آمدید. در این ویدیو در مورد چگونه شکست عاطفی را فراموش کنیم صحبت می‌کنیم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما را همراهی کنید. در زمان حاضر با افراد زیادی روبرو می‌شویم که از لحاظ عاطفی آسیب دیدند. تنش و فشارهای روحی و روانی زیادی به آنها رسیده است که روند زندگی فعلی آنها را تحت تأثیر قرار داده. اکثر این افراد دچار خلق افسرده، ناامیدی، گوشه‌گیری و ترس از تنها ماندن می‌شوند که در قدم اول باید به این افراد توضیح داده شود که هر رابطه‌ای به همان شکل که نقطه آغاز دارد، نقطه پایان نیز دارد و این یک امر طبیعی است. پس شما خودتان را منحیث یک فرد مسئول و مقصر برای به پایان رسیدن رابطه‌تان تصور نکنید و زمانی که رابطه‌ای از بین می‌رود نباید روحیه خودتان را با آن رابطه از بین ببرید، بلکه پایان رسیدن یک رابطه را با دید شروع مجدد به زندگی ببینید. و اما فراموش کردن همچین روابطی به این سادگی ها هم نیست. به هر اندازه‌ای که رابطه عاشقانه و عاطفی عمیق تر باشد، فراموش کردن آن دشوارتر و زمانگیرتر خواهد بود. ما در اینجا نکات و مراحلی را بیان می کنیم که شما را برای فراموش کردن رابطه قبلیتان کمک کرده و نسبت به ادامه زندگی امیدوار و موفق می سازد. 1. همیشه مستقل باشید. مثلا به مسافرت بروید. لازم نیست یک سفر رویایی باشد. مهم این است که فقط مناظر تازه‌ای ببینید و چیزی شما را مشغول نگه دارد. افراد زیادی باور دارند که تغییر محل موقتی باعث می شود ذهنتان را پاک کنید و به وضعیت عادی برگردید. 2. به دوستان و خانواده تکیه کنید. دوستان و خانواده تان در هر شرایطی در دسترس شما هستند. از آنها استفاده کنید. وقتی احساس ناراحتی می کنید، با اعضای خانواده وقت بیشتری را بگذارید یا با دوستانتان قرار گذاشته و بیرون بروید. دوستان و خانواده‌تان درست به همان اندازه یک شریک عاشقانه دوستتان دارند، اما به طریق متفاوت. 3. همه یادگاری‌های رابطه قبلی را از دیدرس خود دور کنید. شاید خیلی جالب به نظر نرسد، اما لازم و ضروری است. فراموش کردن یک عشق قبلی مستلزم این است که در آینده زندگی کنید، نه گذشته. همه عکس‌ها، یادداشت‌ها، فیلم‌ها، هدیه‌ها و هر چیز دیگری که به او مربوط می‌شود را جمع کرده و در جای دور از دسترس و دیدتان بگذارید. کار ناراحت کننده ای است، اما روحیه‌تان را بهتر خواهد کرد. 4. از جسمتان خوب مراقبت کنید. به طور مرتب ورزش کنید. اگر آنقدر از به هم خوردن عشقتان قصه می‌خورید که تصور می‌کنید به جسمتان آسیب می‌زند، حتماً با یک مشاور صحبت کنید. 5. وقتی آماده بودید، دوباره در جستجوی عشق باشید. این فرایند ممکن است ماه‌ها طول بکشد یا حتی یک سال. اگر هنوز آماده نیستید، خودتان را مجبور نکنید. نه برای خودتان و نه آن فرد جدید منصفانه نیست. بدانید که آدم‌های زیاد دیگری هم هستند که اگر به آنها فرصت دهید، برایتان احترام و ارزش قائلند. خیلی‌ها تصور می‌کنند که اگر وارد رابطه‌های سرسری شوند، کمک می کند که زودتر فراموش کنند. اگر تصمیم به این کار گرفتید، حتما این کار را به دلایل درست انجام دهید. اینکه مثلا به دنبال محبت هستید، دیدن آدم های جدید برایتان جالب است و الی غیر. دقت کنید که برای جلب حسادت فرد قبلی هیچ وقت وارد چنین رابطه هایی نشوید، چون ارزشش را ندارد. از اشتباهتان درس بگیرید. وقتی دنبال فرد جدیدی هستید که عشقتان را با او سهیم شوید، با انجام اشتباهات قبلی یک دلشکستگی دیگر را رقم نزنید. اشتباهات و تقصیراتتان در رابطه قبلی را پیدا کرده و سعی کنید دیگر آنها را تکرار نکنید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.